اوکی، اولا قبل از کیپور جست این نفر به من میگفت ما همیشه قبل از کیپور خودمون هزار جور چیز قبول میکنیم که دیگه آدم میشیم و دیگه این کار نمیکنیم اون کار نمیکنیم اینا، بعدش بعد از کیپور همون آش و همون کاسه جدیدی شیره بس همین تو شیره شیره میگه که میگه نمیشه چی تو شیره شیره میگه من یافو پا آمیخ بنعالیم، من یافو پا آمیخ بنعالیم یعنی چی؟ یعنی چقدر زیبا هستن قدم های تو تو کفش. منظور چیه؟ یکی از اون فرشه میگه که چون وقتی ما کفش پامونه میکنیم من روزی کیپور مثل ملاخی من مثل فرشته هستیم تو کلیسا هستیم و انقدر یک کتاب انقدری هم باید بخونیم دیگه اصلا وقت لاشون را هم نمیشه بعدم لاشون را هم بگه به دلش نمیشه نه اصلا سو روز شب روز کیپور مثل ملاخی مثل فرشته ها هستیم مثل این شلومه ملخ میگه مایفو پامایخ بنعالیم که بعد از کیپور که دومه همه کفش میپوشی ببینم چقدر قشنگ را میبین اون وقت هنر کرده که به اصطلاح درست باشه. حالا آدم ممکن مثلا بگه بس چه چیزی هر سال آدم میاد میبینم میگه خاطال آفین و پاشان و ویدوی میگیم ولی بعد از کیپور دو مرتبه همون آش و همون کاسه سایسو بیوتیفول یک انالوجی یک مسئله قشنگی حالا زو لف شلیتا میزنن که میگم میدونیم بچه ها بچه های کوچیک اگه بچه کوچیک دارین یا نوه دارین چیز دارین همشون یک کثیف میشن هر یه ساعتی باید تمیزشون کنیم. چرا باید تمیزشون میکنیم؟ صبر کنیم هفت سالشون که شد یه فنگ و پا و قشنگ خوب تمیزشون میکنیم که دیگه این چه کاریه تمیزشون میکنیم هی ما تمیزشون میکنیم کثیف میشن چه کاریه؟ صبر بکنیم for their seventh birthday کامودی هفت سالی فکر کنم یه عاقل بود چه سنی نه چه سنی چون بعضی شاید بچه‌هاشون خیلی عاقل‌تر از من 26 ساله my wife would say 50 خورده ساله هنوز بچه‌ای ما سو ولی منظور که چیکار می‌کنیم نه منظور کاری که می‌کنیم مرتب بچه رو تمیز می‌کنیم چرا تمیزش می‌کنیم چند تا علت داره اولا اگه تمیز نکنیم اون وقت بعد از یه مدتی اصلا چی میشه گوله چرک میشه که اصلا دیگه اصلا همه ازش یه مایل فاصله میگیرن یک دوم من چیز میشه چرک مرده میشه بعدش هم یه چیز دیگه هم هست که اینجا نشون میده که جدن چقدر مادر نمیتونه بچهش کثیف ببینه مادر نمیتونه بچهش کثیف ببینه میشورتش همینطور هم ما بچه های عوامش برو خوب هستیم It's the same thing. با وجود اینکه ما مثلا ما می‌دونیم که بچه دو مرتبه کثیف بشه می‌شوریمش فعلا کثیف باشه بچه‌ام همینطور هم دقیقاً حتی اگه آدم بعد از کیپور هم باز برمیگرده متأسفانه خودونو آلوده می‌کنه ولی هاشم لوز است هاشم مثل یک مادر مهربونی که نمیتونه ببینه بچه‌اش کثیفن می‌شورتم که با یوم هزه یه خپر علیهم میکل خطوتهم لفنه هاشم So this is, in a, I think it's a beautiful message. For me, it was a big chizuk. من داشت خودم معیوس میشدم. آدم هایی میگه این کاری میکنن. نمیدونم موضوع باشیم کمتر لاشون را بگیم. این اون فردای کیپور دو مرتبه کفش میپوشیم و برمیگردیم همون آش و همون کاسه. But it just shows the love that HaKadosh Baruch Hu has for us. که نمیذاره, نمیخواد بذاره هیچ چک مورد بشه. نمیذاره که نمیخواد, میدونیم که این accumulate بشه. And he can't stand seeing us. میدونین با ما با چیزهای خطای مختلف آلوده هستیم مثل نقادش برخو همچه که ربی عقیبا میگه که اشرخم اسرائیل سگیمانه میفرماید ربی عقیبا میفرماید که اشرخم اسرائیل لفنه میعته متحریم می متحر اتخم نگاه کنید ببینید شما کی شما رو تطهیر میکنه حقادش برخو چون حقادش برخو از کد مقوه اسرائیل خداوند که از القابش تو نوی میگه خداوند مقوه ماست همونطور که آدم میره تو مقوه و طهور میاد بیرون همینطور هم حقودش برای خود که خود مقوه ماست که انشالله به عزتشم هممون تطهیر بشیم روز کیپوری که میاد و بعدش هم وقتی هم کفش میپوشیم اون طهارتمون رو حفظ بکنیم برنگردیم به همون آش و همون کاسه
یک چند پسوق هم از تهیلیم که زخوت داوید ملک علیه السلام انشاءالله مقین همه باشه. چون تهیلیم میدونیم که گمارا میفرماید که کس که تهیلیم میخونه مثل این که پیچیده ترین و عمیق ترین چیزای تورا را خونده، مباحث امنم گمارا اینا را خونده. این خاصیت تهیلیم داره. گفتیم تهیلیم و زهر قدوش دو تا کتاب مقدس یونیک ویژه هستن که ما داریم، که حتی اگر دوام نفهمه چی داره میخونه، این طرز داره بدم. من خوشحالم حالا باشم یه رموزی تو این گذاشته که گناه های ما رو پاک میکنه، کفاره میکنه. یعنی آدم سعی کنه بره روش هاشون کیپور دو دفعه همه تهیلیم رو بخونه، تنهایی یا با گروه هم این کلی اگه خودش بخونه که بهتره. خب ولی چرا میسوالی بچه‌هامون؟ من بچه‌هام بخونه، خودتون هم بخونه. حالا واسه همین فکر میکنید کلیسای ایرانی که انقدر کابد طول میدن واسه اینه، کابد لفتش میدن که آدم در این حالت کابد میکنه تهیلیم رو برخواب بکنه. سو لا دون لکفز خود سو. ولی حالا اینا جدن حیف آدم بعد جدن روش هاشم کیپور تهیلیم دستش باشه، از تهیلیم جدا نشه. در پایی میشه اینو شب خون به کابنه این شب میشه تهیلیم؟ شب کیپور؟ نه اگه گاز بک ببینید شب تهیلیم خوندن فقط واسه مریض سخت در دوی این صورت شب نمیخونه تو روز بخونه. فاین سو این گیمل چیز هستیم تهیلیم 73 رسیدیم تا کاف درسته؟ ای خیول شما که راگ اصاف و تموم این بند خود که خلوم مهاقیتس ادونای بایر سلمام تیوزه که خلوم مهاقیتس. میفرمایین که مثل یک کس که از خواب بیدار میشه. همینطور هم میدونین ظلم تو دنیا ممکنه قوقا بکنه، ولی همونطوری که به همون سادگی که یه نفر که میدونین از خواب بیدار میشه میدونه همش اینا یک کابوس بود و همش محو میشه، همینطور هم ظلم وقتی بریزه یه دفعه بریزه. و همینطور هم یشوع میدونین نجات و فرج هم چیه که نجات و فرج انسان هم مثل یوسف صدیق و وقتی گئولا که رسید نوشته و یریتسوهو من هبور و یریتسوهو از لشون لروتس، لروتس میشه دویدن، که there is something about گئولا. یعنی همون طوری که به اصطلاح ظلم برج نمیدونم ظلم و رشه مثلا این کمونیسم میدونیم چقدر طول کشید تا چطور یه دفعه یک شبه از بین رفت. مخشم و هیتلر داشت قوقا میکرد همینجا یه دفعه از بین رفت. همینطور هم دویدم ملخ میگه که خلام مهاقیتس مثل یک کسی که از خواب بیدار میشه. که خلام مهاقیتس هشم چیکار میکنه؟ هشم با ایر سلمام تیمزه. بیشتر مفارشه میگن که داوود الملک داره اینجا پیشبینی میکنه راجع به سنخریب و آشور که اینا آمدن یروشلایم هم محاصره کردن. میدونیم 180,000 سپاهی اون روزا، که حتی اگه مثلا تو میجاش میگه حتی آبدهنش رو اندخلن یروشلایم، یروشلایم مثلا سیل اومده بود. یروشلایم فکر کنید چقدر جمعیت داشته همین هم اگه چند هزار تو داشته و همه مایوس بودن، ولی یک شبه عقادش برو خوب ملاخ هشم اومد تمام اینها را به مگفا از بین برد، در یک لحظه از بین رفتن. که خلوم مهاقیتس که مفرشه میفهمین که مپلت اشور و سنخریب بین رگا. It happened in a second. Right. So specifically رشم میگه که راجب همون جریان سنخریبه. که خلوم مهاقیتس بعدن میگه هشم با ایر سلمام تیمزه، که اون وقت سلم اینها به صلاح بدن این سربازه همش سوخته بود، اصلا خار شد همش تیمزه میداشون بیزایون. سرشیم فهمید که ایتس توکینگ باید راجبه اون محاصره و راجبه جنگ با سنخریب که ملخ هشم واسه ایسلام موجوده کرد خودش برو خوب. و ردک میفهمید که همجور گفتیم اصلا این چیز اصولیه، میگه همیشه خود راشا خود آدم ظالم هم بیدار میشه و
و میبینی که تمام اون موفقیت‌هاش که به اصطلاح فکر کرده موفق بوده همش مثل یک خواب بوده، like imagination and illusion. כחלום מהריץ השם בעיר צלמם תבזה. אדם מבינה که این הצלחות תמام این موفقیت چیزی به نظر ما توی دنیا موفقیت میاد، اینها چیزایی که مثل یک خواب، خواب و شمایله. سو مئیری میفرماید که کلام یرگو شهצלחת הרשעים הייתה בבחינת צל. מئیری میفرماید که همه میبینن که موفقیت ظالما توی دنیا مثل چی بوده؟ مثل یک عکس، مثل یک سلم، سلم مثل خوابه، مثل خوابی که از اون ویدیو میشه است. فن یکی از گدوده موسار میگه که یه قدیما می نیت از مثلا سینما آورده بودن، وقتی سینما آورده بودن یه دهاتی میاد واسه اولین دفعه تو عمرش تو سینما نمیده چجوری هایت بورد و بعدن داشتن یه جای مثلا یه تصویر که نشون میدادن درست چیز نمیکرد، درست نمیتونی زبینی هم یه چراغ به چیزی در میاره میندازه رو اکران به صلاح سینما که بهتر ببینه. شما آدم دیوانه، این چیزه اینجا باید تاریک باشه بتونی ببینی، اینجا بخوای ببینم چراغ رو روشن بکنی برعکس دیدت بدتر میشه، چون اینجا چیز نداره، چون اینا اصلا امتین، این اصلا تصویری که اونجا میبینی که چیزی نیست، این چیزی که دور دیوار میبینی فقط یه پروجکشن. چه خبره امروز؟ بنابراین میفرمایند که چی؟ که اینجا ایست جست یعنی منظور اینه که ببینین اگه آدم میبینه که راشا و توفلو، اگه آدم میبینه که آدم راشا، آدم ظالم موفقیت داره، این موفقیت ها تخیلیه و موقتیه، و همونش که آدم از یک خواب بیدار میشه این هم به صلاح چیز نبود. It's not going to stand long, so to speak. So that's what the Meiri says. و یک پشت دیگه که راجع به این پاسخ میدن که میگن میفرمایند که راجع به تخت متیم صحبت میکنن. ردق رابی داوود کیمخی به اسم پدرش رو یوسف کیمخی میفرماید که اینجا it's talking about تخت متیم رستاخیز که در اون موقع میگه که خلام مهاقیتس که وقتی که اینجا آقا بشبر خوی اینها رو چکار میکنه؟ با ایر میلاشون کشید تا ایر تمتی وقتی آقا بشبر خوی مرده ها را بیدار میکنه، زنده میکنه، اون وقتی که جدا میدونیم که این رشاییم هم به اوج به سلا اون کار که کردن به سلا تقاس کاراشون رو پس خواهند. خیلی از رشاییم هستن که میدونین همه چیزی هرچیم تو این دنیا سرشون بیاد، یه مخش ما به ذخیره هیتلری که می‌دونیم 20 میلیون نفر را به کشتن داد، با همین که می‌دونم یه خودکشی کردن و خودشو کشتن تمام نمیشه. این وقت تخیات امتیم، اون وقته که اینا هیچ وقت آتشون هیچ وقت خاموش نخواهد شد. یعنی این چیز که میگیره همونجور که صدقی موزی که میگیرن eternal به صلاح بی نهایته، همینطور هم رشاییم. سو ردک میفرماید که خلام مهاقیتس هشم با ایر یعنی وقتی میلاشون اینجا با ایر مثل کشه تایرت هم میگه با ایر از لاشون لیت اورر اینجا چیز میکنه، یعنی بیدار شدن که منظورش تیخت همه تیمه. اون وقتی که سلمان تیوزه، اون وقتی که این رشاین بالاخره به نهایت اگر تو این دنیا سرشون ایسوری نایمده باشه که تماسشون بشه، وقتی تخیات همه تیم، اون وقتی که سلمان تیوزه که خار خواهند شده به صلاح عواقب کار خودشونم تا ابد توش خواهند سوخت. کافالف کی یتخمت لواوی و خیلیوتای اشتونان. دوید همه میگه قبل از اون که ما دیدیم چند اون هفته بود که راجب این صحبت کردیم که نهایتا آدم خیلی از سوالایی که داره که واسه روشن میشه چه پاسخی بود یادتونه؟ گفتیم اد اوو ال مقدشه ال پاسخ 17 اوین ال اخریتا پاسخ 17 دقیقا پاسخ 17 تمام شد. میگه ببین تمام این سوالایی که آدم داره تمامش کجاست؟ اد اوو ال مقدشه ال. وقتی آدم بیاد
حالا تو بگم روبالیب تو وقتی نشاماش بره تو شامعیم then you see everything. آدم همه دیگه بسرش سوالی وجود نداره. خیلی از این چراها، چراهایی تو دنیاست. Right. چراهایی که ما داریم تو دنیاست. تو این دفعه گفتم خدمتتون عرض کردم که گاون میگه که لما یمرو هگویم بقیهش چیه؟ ایه نا کلمه اصلی یادتون رفت. لما یمرو هگویم ایه نا الوهیم. این پس که تو تعلیم هم میخونیم. تو تعلیم هم میخونیم. سو گاون میگه که کلمه نا یعنی چی اینجا؟ لما یوم روح گوهیم اینا معمولا میشه خواهشن doesn't fit here at all. سو ابن ازرا میگه که نا یه معلیه دیگه هم میده نا یعنی نا الان گویما یه کسایی که میدونیم که براجبه به فلسفه یهود به فلسفه زندگی و عاقبت آشنا نیستن they wanna see immediate results الان میخوام ببینم چرا اینجوری شد لما یمرو هگوییم لما یمرو هگوییم ایه نا کو خدا کو ایه نا الوه هم نا یعنی الان کو خدا کجاست الان انقدر ظلم صورت میگیره انقدر چیز میگیره تو زندگی شخصی زندگی تو قوم اسرائیل ایه نا الوه هم میخوان یعنی they want to see immediately الان ولی ما اسرائیل میدونیم که الان doesn't exist گوان میگیدم اگر دادم 300 سال ایدم 300 سال زندگی میکرد قشنگ میدید که تو همه داستانایی که واسهش میدونین مجهول بود چرا همه چراهاش حل میشد خب خواهش 300 سال اگه آدم یعنی یک سپن 300 ساله that's what he says آدم میبینه البته ببینید خیلی از اینا از این چیزا آدم تو حتی تو زمان تو زندگی خودش هم میبینه این افراد من صحبت میکرد یکی که از همسایه‌هاش بیبلی هیلز یه آقای دکتر بود دیروز با من صحبت میکرد گفت تو بیبلی هیلز یه همسایه داشته و این رایت این میگفت یه همسایه آمریکایی بود یه آمریکایی بخواستن خونشون رو بفروشن اسرائیل هم بودن بطبه ولی ایرانی میاد با اینا چون دو قولنامه میکنن رایت سره که خونه بخره با هم تعاون میخونه کانترکت میبنده و البته اینا چی میکنن که مثلا دو سه ماه به اینا وقت بده که اینا سر خونه دیگه پیدا بکنن و موو بکنن مینوال قیمت ها یه دفعه میره بالا و اینا هم این هم بچه داشت دادن بچه این هم بچه کچه کنم داشتن هیچی گیرشون نمیاد هر جا میرفتن مامل چیز نمیشد میگفت این زن و بچه آمریکاییه اومدن پیش ایرانیه بهش التماس کردن گفتن ببین ما حاضر میبینم 50,000 دلار بهت میدیم یه هفته بعد از کانترکت یکی دو یه چه هفته بعد از کانترکت بود 50 تا بگیر و برو ما را از خونه بیرون نکن نه حالا ببینید همیشه بگه حق داشته بود سو همیگه هر کار میگه این زن و بچه گریه کردن پیش این گفتم ببین زن و شوهره گفت مرده رو من میشناختم چه آدم های خوبی میگفتم پیش گریه کردم گفتم ببین درسته ما با تو چیز کردیم ولی رحم بکن ما جای دیگه گیره ما نایمده اینا we have second thoughts نمیخواییم بفروشیم ما 50,000 دلار هم بدنیم نه بیرونشو کردیم و اینا بیرونشون کرد اینا هم رفتن نمیدونم کدوم دیگه الان وات هپن تو دن میگه اینو مرد خونه نشست و فلان اینا اونو بعد از چند سال بچه شد خیلی قیمت هم رفته بود بالاتر اومد خونه رو فروخت و رفت جای خیلی بهتر نمیدونم خیلی بالاتر تو ببینید ریز بدین هرچی بلاکی که بریم بالا هی قیمت ها میره چون چیزا بزرگتر و اینا میگه رفت بالا I don't know who is it and I hope you don't know who is it either میگه یه خونه بود گفت یه خونه بود که یه نفر توش خودکشی کرده If you know the story, maybe I shouldn't say anything. No, we don't. We don't. Does anybody know the story? No, no. میگفت این رفت اونجا را مفت خرید هیچ کس رو نمیخواست بخره میگه این رفت اونجا را خیلی قیمت ارزون خرید ولی میگه از وقتی که این رفت تو این خونه همش واسش بد بیاری میگه همهش میگه این میگه میگه گفت عشق این پدر این زن و شوهر پشته میگه میگفت اصلا نمیدونی مریضی و خدا نیاره تو بیزنس میگه این انقدر ضرر کرد که خونه که فورکلوز شد هیچی میگفت این ما
من واسهش وساطت کردم که یه نفر که اینم یه آپارتمان دیدم کجا خریده بود پایین پیکو می‌خواست ریمودل بکنه که این بره اصلا مدتی اونجا زندگی بکنه. رایت. سو میگو ببین، گفت من نمیدونم عشق اینا بوده، چیز اینا بوده، آی دون نو. بعدش هم میگفت بعدا کارهای دیگه هم کرده بود و میگفت اصلا تو بیزنس هم یه چیز خیلی دیسانسی خیلی بزرگ میکنه طرف، اصلا خودش مریض میشه و الان میگفت اصلا به تخت خواب افتاده اصلا. Sometimes ببینین اینا، آدم اینا رو میبینه، تو زندگی خودش میبینه. ببینین اینا، شکر این رو رگلای، تو گمارا میفهماید دروغ پا نداره. دروغ میدونین رو پاوه سدنش مثل حروف شین گفرش که نمیدونین چیز نداره، پایه نداره. امت پایه داره، امت الف مم تافت صاب، ولی شغل این رو رگلین اگه دم میبینیم سن شغل هم وای سده موقتی. هیچ وقت هم نباید بدونین چیز خودشو ببازه، خودشو ببازه بگه خب یعنی چی؟ چرا من درست باشم؟ چرا آنست باشم؟ ببینین شغل این رو رگلین بالاخره دیر یا زود میافته. گاهان میگه 300 سال طول میکشه. میگه تو آدم اگه مثلا تو 300 سال ببینه یه خودش بخواه یه سایکل هایی داره که تو 300 سال همه حساب ها تصفیه میشه. واسه این لاما یمروح گوییم، گاهان میگه که لاما یمروح گوییم ایه نا الهه، میگه گویی ما میخوان الان ببینن. نا گفته میشه چی؟ نه. ولی اسرائیل ها ما چیز داریم؟ اقدش برخو خداوند ال امونا و این آول تو پرشه هم یه هفته خوندیم ال امونا و این آول اقدش برخو کجی تو کارش نیست خواست بخلیدم صدیق و یشان. خداوند هر کاری که میکنه از رو صداقت، از رو میدینین، از رو عدالت محض. مول درزش بود، همین هم بود، آدم بود، همیشه باید رضاش به رضای حقابوش برخو باید باشه. اینجا هم داوید ملخ میگه به عد آوا، میگه من کی میتونم جدا همه این سوالا واسم جواب پیدا بکنه؟ وقتی که آدم میاد عد اول مقدشه الاوین لخریتام. میگن یک صدیقی بوده که وقتی در حیات اکتالدی دیست مشهوره، صدیقی بوده که هر وقت مثلا مسئله داشتم میرفتم پیشش تفیلا میکنم واسه مردم، نام قحطی بوده خوب میشده، گزرا بوده باطل میشده. بعد این علام میره، وقتی علام میره تفیلا میخونه مثلا راب شهر تفیلا میخونه، میگه فلانی تو که رفتی پیش هشم، تو وقتی اینجا بودی چقدر اسمات تفیلا میخوندی، حالا که رفتی هاوس کول شده نزدیکتر شدی نمیدیم چه خبره اینجا، چرا نمیدیم در با هشم تفیلا بخونی، این گزرا رو ما آمده. این هم میاد به خوابش میگه ببین الان از اون بالا که من میبینم، میبینم خوبه که این گزرایی بیاد، نمیخواستم تفیلا بخونم، پایین که بودم نمیفهمیدم تفیلا میخوندم که گزرا رو باطل بکنم، ولی الان از اون بالا من میبینم چه حکمتی این گزرا هست، واسه این بده که گزرا باطل نشه، واسه این تفیلا نمیخونم من. So you can never know. هرچند جنرال رابط تو تفیلا میکنیم دون میگن لاریخ ولو نرن لبه حالا. اوکی. اگر میخونیم که خدای زحمت بیهوده نکشیم مثلا بچه نوست بدونیم، پس چرا؟ نه ما همیشه ما بیریم، ما اولا خیلی از این گزرود خیلی امتحانه خیلی سخته، ما همیشه میگه خداوند ما رو تو بوته آزمایش قرار نده. بعدش هم ما همیشه تفیلا میکنیم که خداوند هرچی از ما ازت میخواییم، ما یه مده کن میشهد بیبنو لطوا لطوا بکن، اگه جدا به نفع ما هست انجام بده، اگه به نفع ما نیست هشم همه چیزا رو میبینه، بالا پایین گزرا این و اون whatever ultimately is good for us انجام بده، ولی اگه نه معلومه نکن. سو اینجا پس میفرماید که وعنی داوید همینه میفرماید وقتی من داوید همینه داره اینجا کانفشن میکنه، میگه ببین من کیت خمتس لواوی و خیلیوتای اشتونان، میگه منم وقتی میدیدم یه خمس لواوی از روشون خمس میشه سرکه، همونطوری که میدونین یا این چیز مشوباخ درسته ولی یعنی که سرکه میشه خراب شده است، میگه داوود الملک منم وقتی اینقدر ظلما رو میدیدم بعضی وقتا یه خمس لواوی قلب من خمس میشد سرکه میشد، یعنی امونام داره واسه خودش میگه، قبلا هم دیدیم امونای من هم تضعیف میشد خمس لواوی سو خیلیوتای اشتونان، خیلیوتای میشه کلیه، منظور چیه؟ یادتونه گفتیم که تو گمارا میفرماید که کلایوت یو اتصد، گمارا میفرماید که کلیه آدم با آدم مشابه آدمه، یعنی چی؟ راف گیفتر میفرماید همونطوری که کلیه چکار میکنه؟ میاد و خون رو تصفیه میکنه، خون به سلام
چیزا را این مواد زائد جدا میکنه ازش، بچه های خوبش را به اصطلاح میفرسته ریسایکل میکنه، میفرسته تو عضوهای ما. همینطور هم برین آدم، مغز آدم باید همین کاری بکنه. آدم مرتب هزار جور بینید مسیج میفهمه، هزار جور انفورمیشن میفهمه، اخباره، اینه، اونه، این اینا گفت، این یه عقیده گفت، اون یه عقیده گفت. آدم باید مغزش، برینش مثل کلیه باشه، همونطور کلیه میاد و تصفیه میکنه، خوب از بد جدا میکنه. That's why, that's a function. واسه میگه که اینجا به سبب مغز آدم و به سبب کلیه تشبیه کرده از این نظر، چون this is what a proper brain is supposed to do, to make that segregation. تو دوید ملخ میفرماید که وقتی من، خیلی چیز عمیقی رو دوید ملخ میگه، میگه وقتی من میبینم که چقدر میبینم ظالما موفق و معید و اینا هستن، even though این موفقیت هم جو گفتیم یه چیز موقتیه، it's just a question of time، ولی دم بعضی خود دست پاچه میشه، یه تخمت سلوابی من سرکه میشم تو قلبم، و خیلیوتای اشتونان، و خیلیوتای اشتونان، اشتونان هم یعنی گفتیم کلیوتای مثل برینه، یعنی از نظر فکری I would be اشتونان. What is اشتونان؟ چند تا پشت مختلف میدن. اولا میفرماین که یکی میفرماین که اشتونان یعنی به چیز رسیدن، به پرتگاه رسیدنه، مگیل کتسه، یعنی به یعنی اصلا داره اصلا داره فکر داره چیزش میپره. That's exactly what it means. یعنی آدم از این فکرهایی که میکنه و این ظلمایی که میبینه راید ممکنه مثل خمس بشه و یه از داره مثلا فیوزاش کاملا بپره، و بنابراین اون وقت میگه که چی؟ و یعنی بر ولو ادا راید به همه تاییتی این وقت میگه خداوند بعدن من میفهمم که من جدن چقدر بر، چقدر بی سواد بودم، که اینا به خاطر این بود که I did not نایمده بودم به سرات ببینم تورا چی میگه و فلسفه زندگی چی هست، از روی کمسوادی و از نظر عدم اطلاع من ایمانم خدا نکرده ممکن متزلزل شو بشه. انی رایت بر ولو ادا به همو تایت ایماخ دبودم منخ میگه الان I acknowledge، وقتی من ایمانم تضعیف شده بود برای نسبت مثل چی بودم؟ مثل حیوانی که میدونین که اصلا اینو فکر نداره، که doesn't you know this was before I would come to هیخل به اصطلاح ادوه المقدش ال اوینا لاخریتا. همینطور یه ردک میفرماید که یادم بعضی وقتا میدونین میگه ردک فانگه به پشات نزدیکتره، ردک میفرماید که وقتی دوید ملک میگه که اشتونان، یه کلمه اشتونان از شنون میاد، شنون به عبری میشه سینیکال، سینیکال به فارسی میشه چی؟ کسی به زخم میبینید، آدم هایی هستن میدینین آدم هایی که سینیکال هستن همچنان بودی مسخره میگیرن، آدم هایی بعضی وقتا میدینین از فرط ییسوری، از فرط سختی که تو زندگیش داره همه چی بودی مسخره میگیره، چه امونایی، چه تفیلایی، چه چیزی، مطمئن تو بکنم سینیکال، من میدونم سینیکال فارسی دقیقا چی میگن، ولی اشتونان یه زخم زبون میزنه، زخم زبون میزنه مثل که به حق دوش بخواهم کنایه میزنه، چه خدایی، چه چیزی، چه این خاص به خلیلا. سو داوید ملخ میگه که اینها همش به خاطر اینکه آدم چی؟ آدم جدن وقتی آدم چیز درست رو نداره، when we don't have the full picture، وقتی تمام تصویر رو نمیبینه میخواد الان عدالت ببینه. right؟ لاما یمروح گوییم ایه نا، I don't know what's going on، ایه نه بخواد الان ببینه اون وقت برای نسبت رایت این جاج بده خدا نکرده ممکنه سینیکال بشه، ممکنه که زخم زبون اصلا نمیدونم، باید I have to find out تر... نه سینیکال یه چیزه من فارسی چی میدن ها؟ به انگلیسی سینیکال سی I guess سی وای ان آی سی ای ال سینیکال. ببخشید را بزنید منظور شما اینه که داوید همله وقتی گفتش که دلش رنجیده میشه یا همین سن کار شده وقتی که میبینه ظالم ها دارن ظلم میکنن به خاطر اینکه ایمانش کم بوده. آره؟ یعنی ما اگه الان میبینیم که مثلا we are thinking که چقدر هیتلر ظالم بوده وقت دلمون رنجیده میشه به خاطر اینکه ایمانمون کم بوده. نه 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 اگه خدای ببینین
کسی که ببینید کسی که ایمانش خود ضعیفه میگه یعنی چی؟ یعنی سوال واسش پیش میاد چجوری خدا من میذاره همچی چیزی بشه؟ خب یعنی نباید ما هم بیمه خاصه نه دفعه نه ما میگیم گمزال تو با ما باید ما نباید از خودم یه همچه سوالی چاپ بپرسیم نه ولی ما لایقش بودیم که نه باید بگیم ما میگیم گمزال تو با گمزال تو با دون هشم نوز با تیز دوی ما آوون بود چیزا داشتیم نه به هیچ این همش تو تورا آمده تو تورا ببینید تورا دو تا پارشا خلال رو بس تمام این چیزایی که تو هولوکاست آمده تو تورا هست اومده پارشا کتاب هم هفته ببینید آدم ناراحت دفنت ناراحت میشه آدم ناراحت میشه خونش اصلا به جوش میاد اصلا قلبش دیکه دیکه میشه همه اینا ایت فاین ولی خاص بخواهید هم نباید یک روزه چجوری هشه میذاره همچه چیزی بشه چه خدایی خاص بخواهید را چه چیزی البته خدا نهیره اون لفظه صحبت کردیم کسی که توی این موقعیت ها بودن و فیزشون پریده اینا رو ببینین اینا بماند اینا ببینین اینا هشه بشون رو کمپشن داره ولی برای ماها که میدونیم ابجکتیو هستیم ما part of this picture باید این گمزول تو باسدن بعد رضاش به رضای هشم باشه ما خدا نیره تو بهشتی میخوان کسی رو دارن دور از همه دور از ما از یه نفر دارن دفت میکنن سیدو قدیم میکنیم خداوند صدیق خداوند صداقت هر کار هشم میکنه هشم این از what he's doing we don't understand obviously we don't understand فهم ما محدوده obviously بعد فهم ما محدوده بعد آدم به همون که مورچه میدین فقط جلو پاشو بتونیم بگیم the same thing اصلا برای کیفرو حتما نظرمون باشه اگه برای یه لحظه همینجوری بکردیم حتما برگیم رو بکنیم دفنیتلی سات برای ربی بعد از هولوکاست تو نیویورک تو کلیساش همه تو خاصیداش که همه شو با همه که تو کانسنتریشن کمپ بودن میان اونجا وقت قبل از کیپو که میخواست چیز کنه گفته نوشته کی؟ ببینیم باید چی تشوا بکنیم ما انقدر ما یسوریم کشیدیم فلان اینا گفت ببین کی بیام از یه خبر علیخم میکل خطوتخم لفنه هشم تیتار میگه باید ما تشوا بکنیم که راجب خداوند میتونه خدای اگه تو هولوکاست پرسیدیم گفتیم خدایا لفنه اون چیزه چجوری how could you allow such a thing روی این باید تشوا بکنیم بله که بیام از خبر علیخم میکل خطوتخم لفنه هشم یعنی اون خطایی که مقابل هشمه نسبت به هشم خطا کردیم که تو این چیزا که بریم شاید اینه وقتی فیزیومون پرده بود کود هشم کود هشم نمیبینه هشم نمیبینه کورای آدم سوزی هشم نمیبینه اون بالا که مرتب اینا تعریفش میکنن چجوری این آتش هست صدایی که میداده ازن و اندی نو واتس هپنینگ خدا نهیبه که تو همچین موقعیتی بوده گفتیم داوود ملک افتر رجوع صحبت کردیم روشون با زرمان آیر باخت میگفت اینکه داوود ملک میگه با گادتی رایت میگه اینا اینا رو آدم ولی that's what the Satmar Rebbe که خودش هولوکاست سروایور بوده به خاصی داشت که اینا همه با هم دیگه تو آشویتس بودن حالا که مدام تو ویلیامزبورگ تو نیویورک گفت امسال ما بعد رو این تشوا بکنیم که پور ما رو اینه گفت ما یه سروم دیگه همه آبونه دیگه همون پاک شده ولی ممکنه یه خطا که از نظر ایمانی لفنه هشم ولی آدم باید بدونه باید رضاش به رضای هشم باشه دور از همه دور از همه هشم ناتن یه چیز خداوند داد خداوند اینه الان اون هفته من نشین دلر که رو یک شنبه چیز بود تو اینا شبات گذشته تو هنکاک پارک یکی از معلمای تو تراتمت تفلک پسر 20 سالش اصلا این اصلا the whole committee was in shock من نبودم اونجا من متاسفانه تو رادیو بودم اون وقت ولی میگفتم پدره گفته بود هشم ناتن هشم لا بخ هشم داد هشم گرفت بچهش نه بچهش خود چیزی اون قشو اینا بوده قبلش نه همینجوری دفعه تصیت در یک لحظه خدا نیره پسر 20 ساله پدره چی گفته بود پدره گفت هشم ناتن هشم لا بخ هشم داد هشم گرفت یه شرشم بارا نه یه this is این تست امونه میگه که همه 613 فرمان توی میتوه امونه است this is امونه است بعدم امونه اینه که I don't know ده دفعه بگیم دو مرتبه شما اسرائیل میگیم چرا چشمامونو میبندیم که بگیم شما اسرائیل هشم الوکینو هشم چیه یود که واف کس الوکینو ججمنت حتی اگه ججمنت ببینی چیزی میگه اصلا how could this happen چرا هشم انقدر داره با جاجمنت داره با قضاوت رفتار میکنه ولی داریم در... میگیم این یود که وافکه هست گمزور تو واس that's what we are saying گمزور میگه که ما نمیفهمه
مثلا بعد چشماشو ظهر میگادم چشماتو ببند با چشمات قضاوت نکن. چون وقتی با چشم نگاه بکنی what does it mean این تفلک چیکار کرده بعد اینجوری بشه؟ هشم الوکین آدم بعد چشماشو با چشم قضاوت نکن. چشم دیدش محدوده. بهترین چشم نمیدونم 20-20 eyesight whatever how far could it see it's limited we are not seeing the whole picture. So پس بنا کی خمس لواوی و خیلیوتای اشتونان داوید الملك میگه میگن بعضی میگن خوب بودین اولین پاسخ تهیلین باشه میگه و انی بعر ولو ادا بهموت هایتی مخ. داوید الملك میگه ببین من I am بعر. بعر رافش میگه که مثل همون بهماس بعیر کلمه بعیر به عبری معنی حیوان هم میده. میگه خداوند I don't understand به قول ایسلی میگن انا کردی I don't understand آدم مثل بعد نسبت پیسی که حیوان همشه از چه نظر right که یعنیش این کمال تواضع داوید الملک میگه خداوند در مقابل حکمت تو در مقابل اون حق و دشبار خور روح و علیات که چجوری هشم دنیا رو ران میکنه I'm like همون جایی که برای نسبه یک حیوانی چی نمیفهمه I'm the same thing I'm an educated animal فهم من I don't understand very very simple I don't understand انی میگه چی انی و انی بر ولو ادا بزرگترین مسئله آدم یه فکر میکنه خب نفهمون آدم عقل کله حالا که من که رفتم اینه بشر رفته کره ما و این کاری کرده و اون کاری کرده و فلان و اینا حالا فهم کنه oh, I could understand everything we could understand everything just give science time همه چی داره حل میکنن بزرگترین چی تو اینشتین گفته بود هرچی دارم بیشتر چیز میکنه بیشتر خداوند نمیبینه و هرچی تو علم بیشتر عمیقتر میرن الان جدی من با یه ساینتیست منصبی صحبت میگم گفت ببین الان اینقدر دارن میرن تو دی ان ای اتسترا اتسترا عظمت اصلا هیچ وقت اصلا چی میسنن دی ان ای اصلا یعنی چی الان مثلا میگن تو میگن تو این دی ان ای اوردی پروگرام شده تو دی ان ای چقدر دی ان ای it's a minute thing تو این یه ذره عقل دشمخوری چی گذاشته پروگرام شده که این بچه که از این دی ان ای متولد خواهد شد موی رنگش چه رنگی خواهد شد قدش چقدر بشه نمیدونم تو گوشش مو در بیاره یا نیاره تمام اینا everything is programmed تو چی تو این دی ان ای همه میگه هرچی الان تو علم عمیق‌تر میرن عظمتش رو بیشتر میبینن چی میدون اصلا این چی یا چیه چی میدون اصلا ژن یعنی چی دی ان ای یعنی چی ننفتید الان میبینن ما ربون محسق هاشون هشم چی کرده که تو این دی ان ای کوچیک رنگ چشم این بچه ای که تو دیر already programmed شده است نمیدونم مژه هاش تا کجا چقدر مژه هاش بلند بشه کوتاه بشه everything is programmed تو چی تو این دی ان ای بخودی تو اینشتین نگفت هر چی بیشتر تو علم عمیق تر میرن از ماتش ما بیشتر میبینن مثلا بی خود داوید الملک داره میگه وعنی بعر ولو ادا میگه خداوند من الان میفهمم که من بعر یعنی وقتی مادامی که جسم نشمای من تو جسم و محدوده میگه وقتی اومدم بالا اون وقتی هم کردن اصلا everything وقتی علم مقدشه علم وقتی من بیام به مقدشه علم بیام توی خواب تو شما هم دارم کنند ولی الان I understand که تمام سوالاتی که من داشتم از رو این کمبود فکر من است برای اصلا حیوان که فهمش محدوده انسان هم همینه و انی بعر ولو ادا این کمال تواضع که داوید الملک داره میگه خداوند من در مقابل تو برای نسبت مثل که حیوان هستم I don't understand anything. یعنی بعر ولو ادا. Right. So بینال ایتی میفرماید که رب یوحنان بن امرام تو گمارا میفرماید با بچه که قحطی شده بود و یه نفر به اسم رب یوحنان بن امرام میاد پیش رب یوحنان هنسه نگه ربی پرنسه نگه من قضا نبید من قضا بده. سو ربی بهش میگه ببین تو علاقه اومده که آدم به کسی باید اینا بهتره که اول اگه مثلا این مقدار به صدقه محدود داره به کسی بده که مثلا به توراست چیز خب میگه بری ازش میپرسه میگه که میشنا خوندی تورا خوندی میتوای انجام دادی میگه نه میگه پرنسنی ربی که کله و که اوره میگه خدایا مگه حق دوش برو خوب میاد به سگ و گربه هم ازشون میپرسه میگه مثلا میتوا کردن یا نه اینجوری خداوند چقدر رحم داره شفقت داره که حیوانا هم بهشون غذا میده خب منم از حیوان که منم مثل حیوان
منم به من قضا میرسه. حقادش برخور خمان بر کل محصا حقادش برخور خیلی رحم داره. حقادش برخور به برای نسبت حیوانه اما از اونیچ اتظاری نمیشون قضا میده. سو میگه منم همین کاری بکن. سو دوید الملک میگه که راید که اینجا مروف رخمه خواه و خساده خواه. راید میفرماید این میگه میگه خست آلای کشم شتا خاص را به موت و بعل خاییم. دوید الملک میگه خداوند I really don't deserve any of your favors. تو به من هر چی داری مجانی داری همونجور که رحم داری به چی؟ به حیوانات. همونجور که به حیوانات و پرنده ها اینا به همه اینا قضاشون رو میدیو ازشون هیچ انتظاری هم چیزی ازشون هیچ میسوایی هم لازم نیست انجام بدن. You, I don't deserve anything. لازم میگه چی؟ میگه که تو به من منو تکر کردی مثل بهموت. و یعنی بعر ولو ادا. بهموت هاییتی ایمخ. So, اور لیشارین میفرماید که ریبونو شل اولم رتسه انی لیوت بعر ولو ادا که بهموت. میگه ببین اینجا میگه خداوند من نمیخوام تو اصلا تو سوالای فلسفی برم. میخوام برای نسبت مثل یه میدونی یک سگی که میدونی همینجوری دنبال صاحبش میره و هیچ وقت منم نمیاد سوال فلسفی هم نداره چه چیز نداره. میخوام I want to have the same relationship with you. میخوام چی باشم؟ میخوام که بهموت هریتی ما I don't like you not to go into. ببینین میگن که این جالبه که ببینین مثلا اسپانیا رو مقایسه میکنن با اروپا. ایسرا که تو اسپانیا بودن وقتی مجبورشون کردن که بیان مسیحی بشن خیلی شرط مسیحی شدن. ببینین اینکویزیشن رو تمام این رو باید تاریخ رو باید خون. ولی تو اروپای شرقی ایسرا وقتی من بودن یا مسیحی بشون کشته شدن و مسیحی نشدن. چرا؟ چون میگم یه اسرائیلی که تو اسپانیا بودن خیلی تو فلسفه بودن. اینا که تو اروپای شرقی بودن فلسفه رو بذار کنار. یه خدای وجود داره. I don't understand anything. من فقط میدونم هر چی من دارم از اینه هر کارم بگه من میکنم. اصلا تو فلسفه من نمیرم. اینایی که میدونی تو فلسفه نرفتن اینا میدونین اموناشون خیلی قوی تر بود تا اینکه رفته بودن تو فلسفه. بعد اینجا هم دویتمه خیلی نداره میگه. میگه ببین خداوند I want my relationship to you. I don't understand. یعنی بر ولو ادا. بهموت هایتی ما. کاش که بتونم مثل همون برای نسبت یه سگی که به اربابش وفاداره I want to have the same relationship with you. و یعنی داوید الملک میفرماید تامید ایماخ آخذ تا به ید یمینی. میگه خداوند من همیشه اینجا اتفاقا میگن که داوید الملک میگه به خاطر ییسورینی که کشیده بوده. به خاطر ببین ییسورین خیلی سخته ولی آدم وقتی ییسورین میکشه به هشم نزدیکتره تا عکسش. و ایشمن یشورون و یبعات. وقتی که متاسفانه میبینی تو زندگی همه چی بر رفق اراده و میل ما میره جلو. We have بریوت. وقتی آدم سلامتی داره، ثروت داره، همه چی همه خوبی ها داره هشم رو فراموش میکنیم. That's how it is. پاسو میفهمید و ایشمن یشورون و یبعات. دردان مشربه نمیگیم. شامن تا بی تا کسی تا. یه وقتی ما فربه میشیم. بسیده وقتی ببینیم have it good. فربه شدن یعنی چی؟ وقتی دیدم a person has more than what he needs. That's what it is. چربی اضافه یعنی آدم لازم نداره. Right. وقتی دیدم میره تو luxuries و آدم میره فقط همه فکر و ذکرش میره تو مادیات. اون وقت چی میشه؟ وقت برای نسود به هشم لگد میزنه. هشم فراموش میکنه. و برعکس وقتی دیدم تو زندگیش یسوریم داره دیدم وقتی تحت فشاره اون وقت بیشتر به فکر هشم. داوید الملک میگه که وعنی چون داوید الملک همه زندگیش ایسوریم بود. داوید الملک نان استاپ از قبل از تولدش رو ایسوریم داشت. میگه داوید الملک میگه I appreciate. میگه من اینجوری بیشتر دوست دارم. چون به خاطر این وعنی تامید ایماخ. من همیشه با تو بودم. شیوی که شما نگید تامید. من چون آدمی که میدین آدمی که تحت فشاره به هشم خیلی نزدیکتره. مرتب میگه خدایا پلیز یه داره عجز و التماس. اون کسی که میدونی وقتی کسی که when people have it good they forget about that. هشم فراموش میکنن. فراموش میکنیم میکنیم. That's how it goes. و داوید الملک میگه که I prefer که جدن و انی تامید ایماخ. درست که من تو زندگیم ییسوریم داشتم ولی همیشه من همیشه با تو بودم به خاطر این ییسوریم.
آخذ تا به ید یمینی. و الان که گفتیم داوود الملک اینا داره یه 70 سالشه میگه. میگه وقت من نگاه میکنم تو زندگیم میبینم که همونطوری که پدر میگه دست بچه‌شو میگیره و قدم به قدم میبرتش جلو، دست به دید. بعد میگه که چی؟ رایت وعنی تمیدی باخ آخذ تا به ید یمینی. هرش لاغادوش میگه که آو شمخزیق به یادو شد به نوع کتان سیگ پدری که دست بچه کچکشو میگیره او مولیخو بدارخ و همینجوری تو را مرتب میبرتش. همینطور هم رابطه که دفتر ملک محشم دارش گفتیم که گامول علیه ایمو مثل این بچه شیرخاره که در بغل مادرش بوده، یا که مثل پدری که راید آخست رو بیاد یمینی که دست بچه شم میگیره و این بچه میدونی سکیوره، بچه سکیوره. بعد این احساسه رو بعد این نزگی بچه هم داشته باشه. من این برنامه را بیارید شما رو گوش کردن یا نه دکتر الیس خیلی چیز جالبی گفت. ببین این بندبازا چیکار میکنه مثلا تو سیرکا اینا، ببینیم لقب طرف خیلی وقت اینا میده اینا دیر پارت اف دی سیم فامیلی رایت، چیکار میکنه طرف میاد نمیدونم چند تا ملق میزنه، ملق میزنه دست میگیره، دست اون یکی میگیره آه رایت، دست به دست نمیفته. یادم بعد تو زندگیش هم چیزش اینه که آدم باید جدا نه بعد همچین نزدیکی باشم داشته باشه، که باید انقدر میدونی باید انقدر بیتاخون توکل به هاشم داشته باشه که همه ملقایی که تو زندگی میخوره بدونی که حقادش برو خوب نیست که دستاشو دراز کرده and he's gonna hold on to us. از همین تیلیره داره میگه چی؟ آخذ تا به ید یمینی. کدام جدن زندگی همینه. Everybody goes through issue این اون و دارم جدن فکر میدونی که پرتاب میشه. آدم پیش خودش مجسم میکنه که مثلا توی یک فضای این سیرکه داره ملق میزنه ولی دستاش دراز بکنه و خودش برو خود آخذ تا به ید یمینی. هشم میاد به دست راستش یا دست یمین دست قوی خودش انشالله ما رو میگیره و همونطوری که انقدر تو زندگی ما رو آورده انشالله به آخرین شالوم تا 120 سال آمین کنی رو.